خب بریم سراغ گفتگوی امروزمون. در آستانه آخر سال هستیم، در سال 1402 اتفاقات بسیار مهمی برای رژیم و در مقابل هم برای مردم و مقاومت ایران رخ داد. میخوایم نگاهی هرچند کوتاه به یکی دو تا موضوع بندازیم. یکی از اونا انتخابات بود. بله، دو هفته از نمایش انتخابات میگذره، اما میبینیم تو رسانه‌های حکومتی انعکاسات و واکنش‌های زیادی نسبت به اون هنوز وجود داره. پس بنابراین وضعیت بالاخره به چه سمتی میره و چرا میگیم رژیم در سالی که گذشت شکست خورده؟ اصلا مختصات مردم و مقاومت ایران در سال پیش رو چیه و منظور از کارزار نوروزی چیه؟ برای پاسخ به همه این سوالات همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد. با سلام به شما آقای عبدالله نژاد، تشکر از حضورتون در برنامه. با تشکر از شما علیرضا عزیز و همچنین با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی، و منم همینجا پیشاپیش عید نوروز رو به همه تبریک میگم. درود بر شما، مبارک باشه. الان دو هفته از نمایش انتخابات رژیم میگذره، اما میبینیم در آستانه پایان سال هم در رسانه‌های حکومتی انعکاسات و واکنش‌های زیادی درباره انتخابات است. می‌خواستم ببینم وضعیت به چه سمتی داره پیش میره. علتش برمیگرده به این ضربه بسیار سنگینی که در جریان تحریم گسترده انتخابات مثل یک پتک محکم به سر رژیم و خامنه‌ای فرود اومد و این باعث شده که اونا تعادلشون رو در واقع از دست بدن، و به همین دلیل تمام این باستاپاش و این سگدعواها و جنگ گورکا در درون خودشون میریزه تو درون رژیم، ولی از اون طرف منافعش میریزه تو کیسه مقاومت و کفه مقاومت رو در واقع تعادل قوا سنگین‌تر میکنه. خب خامنه‌ای یک مهندسی کرده بود این انتخابات رو، ضمناً کیسه خیلی گشادی هم دوخته بود. از اول سال هم مستمر می اومد تو صحنه، بعضن بعضی از هفته ها گاهن دو تا سه بار می اومد تو صحنه، تبلیغ و بازارگرمی بسیار زیادی برای همین نمایش انتخاباتش می کرد، بحث می کرد که این باعث امنیت ملی ما میشه، باعث اقتدار ملی ما میشه. خلاصه خودشونو کشتن و انواع رسانه های مختلفو به کار گرفتن تا بلکه بتونند حداقل از انتخابات و نمایش انتخابات قبلیشون یه مقدار بیشتر رونق بدن به بازار انتخاباتشون، اما در عمل دیدیم که با شکست خیلی سختی مواجه شدن. در پشت صحنه الان یک جدال جدی در واقع در جریان در مجلس، مثلا علی رغم این همه خالص سازی و اقداماتی که کردن و بسیاری از اطرافیان چیزاشون رو حذف کردن، ولی کماکان دعوا و جنگ سر اینکه کی رئیس مجلس میشه، هیئت رئیسه کی میشه، یا از اون طرف مجلس خبرگان و مسئله جانشینیش، و اینا همه بلا تکلیف و لاینحل باقی مونده. به دلیل اینکه چون که تحریم خیلی گسترده و سنگین بود، اصلا رژیم الان مونده چیکار بکنه با این وضعیتی که پیش اومده. همه هم به چشم دیده که مردم به طور واقعی این رژیم رو نمیخوان و این رژیم در واقع موقعیت خودش رو در همه زمینه‌های مختلف از دست داد. بی‌ثباتی و بی‌پایگیش در واقع برای تمام مردم جهان و انظار عمومی خیلی خوب روشن شد. در درون خود رژیم هم خیلی به این واقعیت اعتراف میکنه، این مجبورن اعتراف بکنن، سرریز کرده. علیه شخص خامنه ای هم الان زبان خیلی ها باز شده، میگن باعث آبروریزی شده. مثلا خامنه ای میگه این جهاد بود، حماسه بود، ولی در درون خود رژیم میگن این شکست تاریخی بود، این آبروریزی بود. خیلی ها میگن که باعث گسلهای اجتماعی و بحرانهای اجتماعی فراتر از سال قیام 1401 خواهد شد. یعنی اینقدر مفتضح بود که آرای باطله در خیلی جاها دوم شده بود، در بعضی جاها هم اول شده بود. خب به همین دلیل آمار 30% برایش مطرح میشه. البته بگذاریم از اینکه رژیم گفته 8% و یا امروز صبح مرعشی دبیر کل کارگزاران از باندای اصلاحاتی گفته بود بیش از 10%، ولی خب واقعیت ولی بیشتر از این است. خیلی جاها خودشون گفتن که نفر اول یا نفر دوم آرای باطل شده. تقلبات واقعا بی سابقه بود حتی در همین رژیم که از روز اول با تقلب پیش میبره، ولی این بار
بیشتر بود دیگه، با انواع کارت ها میتونستن رای بدن و چندین بار تمدید میکردن و از این حرف ها که بلکه بتونن آرای جمع بکنن، اما در عمل دیدیم چه وضعیتی پیش اومد. رسانه های بین المللی که همیشه بازارگرمی میکردن برای رژیم خیلی وقتا به دل همین سیاست مماشات، این دفعه مجبور شدن اعتراف بکنن به اینکه واقعا کسی شرکت نکرد. مثلا خبرگزاری معتبری مثل رویتر، آسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه یا تلویزیون های آلمان و دویچه وله و روزنامه های نیویورک تایمز، وال استریت، تلگراف لندن، اینا همه مطلب در این رابطه نوشته بود. مثلا مجله مثل اکونومیست که همیشه مجیزگوی مماشات واقعا تو این مدت گفته بود که ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری مطلق با پایگاهی متزلزله. شما از شکست و ضعیفتر شدن خامنه ای گفتین، چرا حالا میگیم که رژیم در سالی که گذشت کل رژیم یعنی شکست خورده؟ خب میدونی که بخاطر اینکه خامنه ای و کل رژیمش در امسال یعنی 1402 برنامه‌شون این بود که در واقع تبدیلش بکنن به یک سال سرکوب و خاموش کردن قیام، قیامی که در 401 در جریان بود، یعنی بیان. خب این محقق نشد، به همین دلیل شکست خورد. به چند دلیل میگم. یکی این که رژیم برای صد بستن در مقابل قیام در واقع اومد جنگ افروزی کرد. این جنایتی که تو غزه را افتاد، الان تقریبا 100 هزار نفر کشته و مجروح، بیشتر از 100 هزار کشته و مجروح، حاصل جنگیه که رژیم برای صد بستن در مقابل قیام مردم ایران را انداخت، که الان به ضد خودش تبدیل شده. الان همه میگن سر مار جنگ افروزی در تهران و مردم منطقه هم به چشم دیدن و تا که این همه شعر و شعرهایی که رژیم در مورد فلسطین و مردم فلسطین و دلسوزی برای فلسطین ها بود، همش در واقع معلوم شد و افشا شد و معلوم شد که این رژیم در واقع پشت همه این جنایت هست و برای حفظ نظامش این جنگ را انداخته. موضوع بعدی، خب افزایش سرکوب با اینکه بوده، اعدامه با اینکه بیشتر شده، سرکوب، زندان، اینا همه دستگیری ها، ولی در عمل دیدیم همچنان جامعه زنده و آتشینه. شاخصش هم همین تحریم انتخابات و همین چهارشنبه سوری آتشینی بود که داشتیم. خامنه ای میخواست از اون طرف با خالص‌سازی و تصفیه‌های درونی و منقبض کردن سیستم و سیاست انقباضی که پیش میره نظامشو یک دست بکنه هرچی بیشتر، ولی خب در عمل دیدیم الان همه علیه خود خامنه ای زبان دراز کردن و خامنه ای بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده. همین امروز صبح علی ربیعی که یک زمانی وزیر اطلاعات این رژیم و سخنگوی دولت همین رژیم بوده، یک مصاحبه مفصل کرده که من فقط یک جملهشو میگم. گفته که در ایران امروز همه سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اینا همش امنیتی شده. این ببین وضعیت رژیم به کجا رسیده که یک همچون وضعیت پیش اومده. خامنه‌ای میخواست یک مجلس کاملا مطیع و یک دست از این انتخابات بیرون بکشه، ولی خب مردم با رفراندوم و با نه به انتخابات و اینکه رأی من سرنگونیه در واقع اینو رو سرش خراب کردن. بله، حالا با توجه به توضیحات شما و بررسی وضعیت کلی رژیم و مقاومت مردم ایران، این سوال مطرح میشه که مختصات مردم و مقاومت در دور جدید نبردشون با این رژیم، یعنی در سال پیش رو، چطوری خواهد بود؟ بله، خب مردم ایران، مردم و مقاومت ایران، در واقع این جبهه خلق، یک سرمایه بسیار با ارزش و گران قیمتی کسب کرده و به دست آورده و الان تو دستشه. مثلا همین کارزار انتخابات و همچنین چهارشنبه سوری آتشین سرمایه بسیار بزرگیه. دستاوردهای قیام 401 و 98 و 96 هم که تو دست مردمه. بعد نفرتی که مردم نسبت به رژیم دارن، این خودش یک سرمایه خیلی با ارزش و گران قیمته. یعنی در واقع وضعیت جامعه که جامعه انفجاری علیه این رژیم، بنابراین به اعتبار یک مقاومت سازمان یافته و سراسری، اونم با کانونای شورشی و جوانان شورشی، ما الان در یک موقعیت در واقع بالاتری برای ورود به کار استمرار قیام و کارزار سرنگونی برای رژیم هستیم.
ببینید در طول یک سال گذشته به مناسبت های مختلف هزاران پراتیک و عملیات تهاجمی صورت گرفته به مناسبت های مختلف. مثلا به سالگرد های قیام رو در نظر بگیرید، همین سالگرد قیام 401، قیام 98، صدها و هزاران عمل پراتیک انجام شد توسط جوانان شورشی از یک طرف. از اون طرف هر جا رژیم دست به یک جنایتی زده، از کشتار کولبران تا کشتار سوختبران تا اعدام زندانیان، هم از اهم از زندانیان سیاسی یا عادی تا هر جنایت دیگه علیه اقشار مختلف انجام شده، جوانان شورشی اومدن با عملیات‌های آتشین و با پراتیک‌های انقلابی خودشون جواب رژیم رو دادن. یعنی نشون دادن به سایر جوانان در سراسر ایران که راه حل برخورد با رژیم چیزی غیر از آتش نیست. کما که در همین چهارشنبه سوری هم دیدیم که چهارشنبه سوری که خلق شد در واقع حاصل همین بود. یعنی پیوند بین جوانان شورشی و سایر جوانان در سراسر کشور باعث میشه که قیام رشد و گسترش پیدا بکنه، که این هم البته به پشتوانه مردم این کار انجام میشه. مردمی که 92% انتخابات نمایشی رژیم رو آنچنان قاطعانه تحریم کردن که خامنه ای هنوز که هنوز در واقع گیجه و نمیتونه چی بگه، یه چیز درست حسابی بگه، جواب بده که چرا مردم واقعا اینقدر تحریم گسترده در واقع انتخابات رو به این شکل برگزار کردن. کیسه ای که رژیم دوخته بود برای خودش که بتونه در واقع بهره برداری بکنه ازش، ولی عملا دیدیم که نتونستن. در واقع حرف نهایی من اینه که بله، به همین اعتبار روند پیروزی ها و پیشروی ها رو به اعتلاء خواهد بود و قطعا با توجه به اینکه میدونی که عید روز چهارشنبه است، بنابراین عصر چهارشنبه هم به نوعی چهارشنبه سوری محسوب میشه. عصر سه‌شنبه بله، به نوعی چهارشنبه سوری محسوب میشه دیگه. چون به همین دلیل دوباره باید خودمون رو برای یک چهارشنبه سوری دیگه آماده کنیم در سراسر ایران. و اینجا من تاکید میکنم به طور خاص توی مناطق کردستان در تمام شهرها است که اصلا چیز آتش شعله ور کردن آتششون در همین شب عید، یعنی همین سه شنبه که قرار بیاد و فرداش عید خواهد بود. و ضمن هم عید نوروز داریم، هم 13 بدرم داریم، بنابراین این کارزار ادامه خواهد داشت تا سرنگونی تمامیت این رژیم با همه دستبندی‌ها. بله، شما به کارزار اشاره کردین، منظورتون از این کارزار نوروزی چیه؟ لطفا اینو بیشتر میتونین توضیح بدین؟ با توجه به مناسبت هایی که توضیح دادم که به اصطلاح چهارشنبه، یعنی یک چهارشنبه سوری دیگه دوباره مردم ایران مطمئنا خلق میکنن، هم توی کردستان و هم تو سراسر ایران، و از اون طرف اولین و مهمترین حرف مردم با خامنه ای و رژیم در واقع اشغالگر آخوندی اینه که قیام استمرار داره با قدرت هرچه بیشتر، و مردم از هر فرصتی و از هر جرقه‌ای در واقع برای برپایی قیام استفادهشون رو میکنن. و کارزار نوروزی در حقیقت یک اعلام و اعلام دور جدیدی از نبرد و قیام و سلامیه به سال 1403 برای به عنوان سال پیروزی، چرا که در سالی که در پیش رو داریم در واقع مردم خودشون رو دارن برای پیروزی نهایی آماده میکنن. وضعیت جامعه خب گفتیم که انفجاریه، نشونه هاش هم دیدیم. به دنبال همین تحریم سراسری هم بود که مقاومت ایران گفته که نتیجه عملی این وضعیت برای مردم و برای مقاومت ایران، یعنی وضعیت که میگم یعنی تحریم و چهارشنبه سوری، اونا شعله‌ور شدن و شعله‌ور کردن دوباره قیام هاست، که کما اینکه در چهارشنبه هم دیدیم که همین موضع مقاومت در واقع یک بار دیگه اثبات شد. و از اون طرف اثبات شد که خط خشونت پرهیزی و بی هزینگی مطلقا جواب نداره. بله. و جواب فقط جواب آتشینه به این رژیم جنایتکار. بله، با سپاس و تشکر بسیار از شما که در این برنامه با ما همراه بودید. منم متشکرم از فرصتی که دادید. درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگویی بود با صلاح عبدالله نژاد، تحلیلگر سیاسی با عنوان چشمانداز تعادل قوا بین رژیم و مقاومت ایران در سال 1403.